اگه مامانم این ویدیو رو نبینه اصلا دلم به ایران تنگ نمیشه. ببخشید. یونان یه کشوریه که توی قسمت پناهنده پذیری خیلی تجربه کمی داره و تازه الان داره تجربه میکنه. بعد سخت‌ترین قسمت تجربه رو داره انجام میده. یونان تو سه کلمه برای من میتونم بگم خیلی دوستش دارم، حتی از ایران بیشتر. آتن پایتخت یونان، مرکز فرهنگ و تاریخ باستان و همچنان دانش و فلسفه. هر سال میلیون ها گردشگر به این کشور سفر میکنن تا از مراکز فرهنگی بازدید کنن و از آب و هوای یونان لذت ببرن. و حالا بیش از 6 ساله که یونان برای خیلی از پناهجویان تبدیل به ایستگاهی برای ورود به اتحادیه اروپا شده. خیلی ها ازش عبور میکنند و به کشور بعدی میرن، بعضی ها اما به دلایلی در یونان میمونند و مستقر میشن، مثل محمد نیکزاد و همسرش بهاره. ما 2 سال توی ترکیه زندگی کردیم، پناهنده سازمان ملل بودیم و توی سازمان ملل برنامه‌ای که ما داشتیم قبول شد، اون پرونده ما رو قبول کردن، ولی به خاطر اینکه آقای ترامپ اومد رئیس جمهور آمریکا شد برای حفاظت از کشورش، حالا هر چیزی که بود، برای همین ما خوب دیدیم توی ترکیه موندنش اصلا صلاح نبود، چون ترکیه نه بهت اجازه کار میده نه آزادی داری شما. و از یک سمت دیگه هم وقتی که میرفتیم کار میکردیم پولمونو نمیدادن و خیلی زندگی سختی بود اونجا. نه خیلی شاید دوست داشته باشن به خاطر اینکه خب به ایران نزدیکتر رفت آمدش و خیلی چیزای دیگه، ولی بخوای برای زندگی و پیشرفت زندگی برای آینده بخوای برنامه‌ریزی بکنی اصلا کشور مناسبی نبود. برای همین ما تصمیم گرفتیم که بیایم به آلمان. توی ترکیه پولمونو خوردن قاچاق و پولمون رفت و ما موندیم و یه مقدار پول خیلی خیلی کم، و با همون مقدار پول سوار قایق شدیم با 48 نفر دیگه عرب زبان بوده، فقط ما توشون فارسی زبان بودیم. اومدیم به جزیره ساموس و توی جزیره ساموس وقتی که رسیدیم تازه فهمیدیم که یه مقداری آزاد شدیم. اونها مدتی در جزیره ساموس در کمپ بودن و بعد از 17 روز با گرفتن مدرک تقاضای پناهندگی با کشتی به آتن و کمپ مالاگاسا منتقل شدن. اینجا ما پیاده شدیم و میخواییم با این اتوبوس ها میخواییم ببرن و به کمپ. سفرهای خود یونانه، اینا هم پناهجوان. آنها مدتی در آتن در کمپ و بعد پیش یک دوست زندگی کردند و صاحب یک پسر به اسم ساموئل شدند تا سرانجام سال گذشته به درخواست پناهندگی آنها جواب مثبت داده شد. محمد نیکزاد در ایران مشاغل زیادی داشت، از رستورانداری تا فروش جواهرات و کتاب فروشی. او و همسرش بهاره هر دو در ترکیه مسیحی شدند و حالا محمد برای یک سازمان مسیحی در آتن کار میکنه. اونها از یونان خوششون اومده و در آتن مستقر شدن. خب روزای سخت خیلی گذروندیم اینجا. گشنگی داشتیم، دکتر نبود، ولی تصمیم گرفته بودیم اینجا زندگی کنیم. و بگم خب من هنرمندم، عاشق هنر هستم، همه چی در مورد هنر برای من خوبه. و وقتی یه بار توی مونسترکی اولین بار که قدم زدم، این شاپینگایی که گالری نقاشی بود، چیزای دستی بود، گفتم احساس میکنم محمد اینجا مال منه، من میتونم فکر کنم اینجا میتونم پیشرفت کنم، نقاشی بکشم، این یه درآمد میشه برای من. و واقعا همین شد و بیشتر روزای زندگیمون ما از همین نقاشی کشیدن گذشت، غذا خوردنمون، لباس خریدنمون و
گاهی هم نداشتیم هیچی، اما خوشحال بودیم چون میشه زندگی کرد. اینطوری هم نیست که همه چیز هم پول نیست. وقتی اگه بخوای به عمق این نگاه کنی، پول تا کجا میتونه منو خوشبخت کنه؟ و این فکر میکنم شروع زندگی ما اینجا بود که گفتم ما میتونیم، ما میخوایم. حدود یه هفته میشه که سازمانی که محمد براش کار میکنه یک آکادمی فوتبال رو اندازی کرده و برای بچه های پناهجو در آتن تمرین فوتبال گذاشته. محمد هم باید برای سرپرستی به سر تمرین بره. او ما رو هم برای دیدن این تمرین دعوت کرده. چهار روز در هفته این تمرین ها رو داریم. تو هر سانس بچه ها 10 نفر بیشتر نمیتونن بیان به خاطر قوانین کووید. اونم همراه باید تست کرونا بگیرن بعد بتونن بیان. یه سری محدودیت ها داریم و الا دوست داشتیم بیشتر بچه ها باشن. فعلا هفته یک بار به خاطر همین برنامه قرنطینه هایی که هستش فقط هفته یک بار میتونیم و بچه ها هر کدوم از بچه ها بیان برای تمرین. و تقریبا 80 نفر بچه ها میان برای تمرین و اینجا ما باهاشون تمرین میکنیم. از کجا بچه ها رو پیدا کردی؟ نه بیشتر دهن به دهن. توی کانال تلگرام فقط ما یه روز پست گذاشتیم و بقیهشون خودشون همه پیدا کردن و اومدن. هدف اصلی این تمرین ها سرگرم کردن بچه هاست، چون اکثرا مدرسه نمیرن و تمام روز بدون برنامه با خانواده های خود در خانه یا کمپ هستن. آفاق احمدی هم با 4 فرزند خود برای تمرین فوتبال به اینجا میان و از این امکان خوشحاله. ما 1 ساعت راه را تای میکنیم تا اینجا، 1 ساعت با موتر میاییم، 1 ساعت دیگه پس میریم، فقط به خاطر که 1 ساعت بچه هم اینجا بازی کنه. تمام روز هفته در خانه هستیم. فقط من تنها بچه ها خانه نیست، منم بیکارم خانم، پدرش هم بیکار خانه است. بدتر از مرگ. وقتی در افغانستان میموری 1 بار میترقی میموری، اینجا هر لحظه میموری. هر لحظه بچه می بسکویت میخوایم، من پول ندارم پرداخت کنم، میمورم. هر لحظه بچه‌م دندانش درد میکنه، من دکتر دندان بردنم میتونم، میمورم. خیلی ها شرط مناسبی برای تو خونه موندن ندارن، حداقل میتونن در هفته 1 ساعت 2 ساعت توی این مستطیل سبز بازی بکنن و فراموش بکنن اون سختی هایی که درگیرشن. اکثر پناهجویانی که در یونان با آنها در تماس بودم همه از یونان گلمنت هستن، اما محمد و خانومش یکی از معدود افرادی هستن که بعد از 4 سال زندگی در یونان کاملا راضی هستن. اونها معتقد هستن که در یونان هم میشه موفق شد. اینکه آدم چقدر میتونه موفق باشه به عنوان یه پناهجو کاملا به خود ما بستگی داره، به خود شخصی که میخواد تصمیم بگیره تو یونان زندگی بکنه. نه خب این خیلی مهمه که شما چقدر تلاش میکنی، آیا میخوای زبان یاد بگیری یا نمیخوای. شما هر کشوری بری باید زبان اون کشور رو یاد بگیری تا بتونی ادغام بشی در اون جامعه، در اون کشور. و وقتی که شما ادغام میشی فرصت‌های بسیاری رو باهاش آشنا میشی. اگه میدونستم که این موقعیت ها هست، بله میامدم یونان. یونان در 3 کلمه. یونان تو 3 کلمه برای من تو هم بگم خیلی دوستش دارم، حتی از ایران بیشتر. مهاجرت به کشور غریب و ساختن یک زندگی از نو با مشکلاتی که در یونان هست بسیار سخته. یادگیری زبان، پیدا کردن کار، گرفتن مدرک، ادغام در جامعه و دوری از خانواده و یافتن دوستان جدید. محمد نیکسات و همسرش بهاره خیلی زود از رفتن به آلمان منصرف شدن و یونان رو به عنوان وطن جدیدشون قبول کردن. اونها با یادگیری زبان، کار و معاشرت با دوستان یونانی تا حدی جا افتادن. از اونها خواستم بدونم که آیا بهشتی که در انتظارش بودن همینجاست؟ بهشت به چشم من شاید این اون جایی که من دوست دارم هست. بهشت نمیشه گفت همه چی پرفکتی داخل یونان هست. از نظر پزشکی خب خیلی داغون هست، اداره هاش خیلی به ما فشار میاره، ولی همه چی اینا نیست. من نمیخوام بگم که یونان پرفکته، یونان عالیه، با آلمان بخوام مقایسه بکنم، با کشور دیگه مقایسه بکنم. نه، این امکان پذیر نیست که ما بخوایم مقایسه بکنیم و چیز خوبی ازش در بیاد.
یونان یک کشوریه که توی قسمت پناهنده پذیری خیلی تجربه کمی داره و تازه الان داره تجربه میکنه، بعد سخت‌ترین قسمت تجربه رو داره انجام میده. میدونید تجربه 30-40 ساله رو نداره، تجربه 5 ساله داره، اونم با یه موج بزرگی. و خب این میمونه شما تو خونتون نشستی یه 20 نفر آدم در بزنن بیان تو خونت، یخچالت خالی، حالا بدوی بگیری بذاری، خب مهمونا خب حق دارن صداشون در بیاد، بگن آبش خوب نبود، گرم بود، نمیدونم غذاشون نپخته بود. بله این هست، ما اینجا مهمون ناخوانده برای این کشور بودیم و هستیم، ولی واقعا مهمون نوازی کردن. تا چه حد دلتون برای ایران تنگ شده؟ اگه مامانم این ویدیو رو نبینه اصلا دلم برای ایران تنگ نمیشه. محمد نیکزاد و همسرش قصد دارن در آینده در جامعه یونان بیشتر رشد کنن و به عنوان یک ایرانی موفق بشن. محمد میگه دوست نداره تا آخر عمر به عنوان یک پناهنده به اون نگاه بشه. از او پرسیدم توصیهش به هزاران پناهجویی که در یونان بلا تکلیف و سرگردانن چیه؟ الان خودشون نگاه نکنن، اگه میخوان الانشون نگاه بکنن بدونن که دقیقا من و بهاره یک روزی همون جایی که اونا هستن بودیم، نه همون شرط پناهندگی سخت، همون بدون جا و مکان بودن، بدون کارت و پول بودن و تمام سختی که دارن میکشن. خب بالاخره برای هر کسی متفاوت میتونه بکشه این سختی، ولی ما به اندازه خودمون سختی کشیدیم، ولی یک انتخاب کردیم، اونم این که این ما ایم که باید زندگیمونو بسازیم، نه دولت ها.